با عرض سلام، سیامکم از ایران. میخواستم نکته ای رو مطرح کنم به شیعیان عزیزمون و مبنی بر این که ای شیعیان، بین شما و الله هیچ پرده و حجابی نیست. به قول حافظ، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خود شما با قرار دادن امامان و معصومان و نائبهاشون و هزاران آخوند مانع ایجاد کردید و جز خودتون هم کسی قادر به این کار نیست که دست این واسطه ها رو قطع کنه و مستقیم بشینید و با الله سخن بگید. خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. خب بخونید الله رو. همین الان، همین حالا با صداقت کامل درخواست کنید و حاصل و نتیجه اون رو دقیقا در زندگیتون در اسرع وقت میتونید ببینید. این پیام من به شماست. امیدوارم که این خواهش برادرانه رو از بنده قبول بفرمایید. ممنونم. این آقایونی که مثلا میگن که ما اینا آقای امام رضا رو نمیدونم کی و کی اینا شفیعان ما نزد خداوند هستن، اینها اگه هر کار بکنن و هر چند به اینها بگین اینا قبول نمیکنن، حرف خودشون رو میزنن و واقعا هم اگر قبول هم بکنن اینا مغازه‌هاشون، این دکانایی که باز کردن و از این راه اینا درآمد برمی‌دارن، اینا دکاناشون تعطیل میشه و مگه برن اونا برن جدایی بکنن. و هر چند شما بگین به اینا که مثلا این نبوده و اون جدا بوده، اینا نبوده، اینا قبول نمی‌کنن. مگر که وقتی شما باهاشون بحث می‌کنید میگه که آقا مگر میشه که از امام رضا را یا نمی‌دونم امام حسین را، حضرت علی را میشه با بوتی کرد؟ خب وقتی که امام رضا فوت کرده یا حضرت علی فوت کرده به شهادت رسیده که اینها مردن و نیستن توی دنیا، اگه اینا میتونستن که یک کار برای خودشون انجام میدادن دیگه، نمیتونستن که عدتشون بر نمیاد که برای کسی دی این دنیا انجام بده. اینا همه شون این کارا رو میکنن، هرچی هم بگی فایده ای نداره، اینا از این گوشت میبرن از گوشت دیگه شون در میاد. چون واقعا اگر خواستن که این کار قبول بکنن، اینا خودشون که کاتبیشون تعطیل میشه و خودشون از گوشتگی میمیرن دیگه، همه به گدایی میفرن. ممنون، سپاسگزارم از برنامه خوبتون. مثلا یه سوالی اخی رافضی ها دوره، احمد از اصفهان، رضایی و غیره، این خیلی ای علی 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 میکنه که علی وسیه خدا وسیه جانشین پیامبر است، اینا رو میگن. یه سوال ازشون بپرسید، حالا بگو قبول از علی وسیه جانشین پیامبر، حالا از علی اومده، علی اومده جانشین پیامبر اومده، چیزایی بگید مخالفی قرآن یا در راستای قرآن؟ اگه در راستای واقعا جانشین پیامبر بوده است، باید از شرک و اینی که بخوان کسی یا غیر از الله صدا بزنن باید اینا تبلیغ میکرده. یعنی واقعا حضرت علی مده جانشین پیامبر بشه بعد مخالفت با قرآن کنه؟ یعنی بگید من صدا بزنید، به شما صدا بزنید، غیر خدا رو صدا بزنید؟ حالا برخواست بگه بزرگ قبول کنیم که از علی جانشین و سی جانشین پیامبر است، اومده بوده چیکار بکنه؟ اومده بوده با مخالفت با قرآن، با کلام خدا بکنه، یا در همون راستا بوده؟ یه سوال از شما بپرسید. با تشکر از شما. اینایی که زنگ میزنن بختنی رضا رو از خوزستان و این عبدالله را رو ایر نه ایر نه های هاشینه که واقعا وقت برنامه رو میگیرن و به مردم بخصوص با ما ایرانی ها اینجا که با اهل سنت هستیم خیلی ظلم میشه، چون شبکه دیگه ای ندارم، چهار شبکه هست و این خواهشات رو ایر نیرم. تو نماز جمعه ها دهه 70 نازی میفرمودید که پشت اون صحنه کلمت الله یه میهیل اولی کلمه الله اونجا نوشته میشد، اونو از سال 70-70 دهه 70 بینیم ولی حالا 75-70 شیمت دیگه مشاهده نکردیم، اون دیگه برداشتن. اینا از اون موقعی که در افتادن از سال همون تقویم 1371 وفات کردن شهادت حضرت فاطمه زهرا. بنده یک شیعه حضرت علی علیه السلام واقعا خجالت میکشم اینجور موارد رو که میشنوم و شرم نمی کنن این آخوندهایی که فقط به فکر جیبشون هستن که فکر کردن ما ملت آنقدر دیگه شعور نداریم. من همه موحدین و همه اهل تسننی که میتونن بیراهه ندن، مبادا حرف چیزی بزنن، چون تجربه رو خودم بود
به سوالاتی بر بخورین که مشکل بشه جواب دادنش. از موحدین میخوام پرسجو کنم تو منطقه خودشون، خانواده‌های خودشون، خیلی سخته، خیلی سخته یه خانواده کل آدم شیعه باشه و دو نفر موحد بشن، خیلی سخته. فکر نکنید من نمیدونم، ولی به لطف این شبکه ها امسال توسل کردن و امامزاده رفتن به یک سوم رسیده بود و اصلا توسل رو دارن میذارن کنار. به قول معروف نمیشه یارو بره تو امام رضا زیارت بکنه یه هزاری به اندازه بعد حاجت بخواد، من امام رضا رشوه بگیره. بعدم که این جریانات توسی و این و رو رفتن خارج و درمان خود خامنه ای و که روزی بالای 1,000,000 خرج خود دست خامنه ای و مریضیشه، آمپولایی که میزنه، یه آمپول هپاتیک در ایران 200,000-300,000 تومنه آزاد، ولی آقای خامنه ای آمپولا رو براش میارن از خارج و دستش رو همه هم چیزا و اینا، اون دست میگنده چون اصلا حسی نداره دست، مثل پایی نیست که فلج شده باشه، اون دست قطع شده بود وصل کردن و کار نداد. این توسل با شبکه های توحیدی و افشاگری و شفافسازی داره از من میره. قبلا هر دهی هر جایی هر شهرکی یه امامزاده از خوش درست میکرد، ولی دیگه نشد. پس موحدین عزیز فعالیتشون رو خود بیشتر کنن، مشارکت کنن در این شبکه های توحیدی، مشارکت کنید، بیاید، ناراحت نباشید، پشت خط میمونید ناراحت نباشید. باور نمیکنید من 20 بار اومدم توی یه برنامه زنگ زدم نتونستم تماس برقرار کنم و ناراحتم نیستم، خوشحالم از اینکه دیگران اومدن و من گوش دادم و توسلم که داره هی بیان میشه و وحشت اینا هم از همینه. فقط دوست دارم قرآن رو بخونم، مشارکت فعال کنم. با تشکر. ما همیشه از شبکه کلمه به عنوان یک تریبونی که حرف دل ما اهل سنت رو میزنه استفاده کردیم و تو این مدتی که الحمدلله این شبکه اومده خیلی به ما کمک کرده، ولی حضور بعضی از افراد که بیان مستقیم به حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها توهین کنن، اینو ما کجا دلون بذاریم؟ خواستم بگم خب حالا گیرم که حضرت ابوبکر صدق رو از فاطمه برداشت، برای خودشون که بر نداشتنشون صدقه دادن و بیت المال تعلق گرفت. خب اگر واقعا صدق مال حضرت فاطمه بود و ابوبکر آن را گرفته و بعد به بیت المال برگردانده، خب دیگه این خودش حسنه از واسه حضرت فاطمه، و اگر هم که نبوده بازم کار خوبی کردن، یعنی خدمت به اسلام کردن، بیت المال مسلمین کمک کردن. الان این صدق این چهارتا نقل بگو این شما را از آتش جهنم بیرون نمیاره، پس بگیرید یا نگیرید، در راجبه صحبت بکنید یا نکنید، آخه اینا چه فایده واسه شما ها داره؟ همینجور که الان میگن حضرت علی نون شب نداشت و فقیر بود یا مسکین بود، الان بگو شما چرا رای اونور نمیگیرید؟ حضرت علی که دنیا رو طلاق داده بود، شما چرا دوباره رفتید با کل دنیا میخواید ازدواج کنید؟ الان گنبد و بارگاه های بر سر قبر خمینی و حضرت علی و حسن و حسین اینا زدن که چی؟ خب خودش تا زنده بود که ساده میزیست، الان این همه طلا و نقره واسه چیست؟ واسه چی میدن ها؟ واسه چی خرج گنبد و بارگاه میکنن؟ من میخواستم اینو بازم گویزت کنم که واقعا این فدک و چند تا نخل شما رو از آتش جهنم نجات نمیده، فکر عبادت باشید. یک دوستی داشتم بسیار شیعه سرسخت بود، بعد از این کمی اخبارات از روسیه و از غرب و از هر گوشه گوش کرد، این شام برام زنگ زد و بیا گم کن من از این خبیث ها دیگر بیزار، این آخونده ها فریب میدن، اینا دروغ میگن. امروز الحمدلله اون بنده خدا هم هدایت شد و از این آخونده و از این شیعه دست کشید دیگر. به هر حال الله سبحانه و تعالی یک آزادی و یک سربلندی برای مسلمانان در تمام دنیا نصیب کنند. توسل قرآنی چیز مسلمی است، همه کسی قبول دارن توسل به اسماء و صفات الهی است، توسل به اعمال نیک است و اینا توسل سوم که به حساب اینا برای خودشون در آوردن نمیدونم از افراد کمک خواستن نیست. خدای قرآن گفته مگر حضرت علی چی نجل بلاغه توسل توجیه نده، مگر از سواد شما و آقای قدیمی از حضرت علی بیشتر بوده یا آیه توسل شما بهتر میتونید این تفسیر کنید؟ ببینید که خود آیه توسل یک جا وقتق الهی الوسیله میگه، یک جا میگه اونایی که شماها باید به اونا توسل میکنید تازه خودش دنبال یک وسیله هستن که اون وسیله همون اعمال نیکه
اسماء خداوند و اینا. من یک کرد ایرانی هم که تو کردستان عراق هم، من میخواستم شهادتی به زبان بیارم که بگم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. من خاصة بقام دل من يعني قلب من أقول اکوی قلب و گوشت داده باشی میگه الله، اکوی قلب میگه الله، دل انسان میگه الله. چرا من نگم الله؟ چرا بگم حسین؟ چرا بگم حسن؟ چرا بگم او یکی؟ چرا بگم امام زمان؟ چرا بگم صاحب زمان؟ که خودش صاحب خودش هم نیست. صاحب زمان خداست، صاحب کون مکان خداست، صاحب کل دنیا خداست. من اومدم تو همین راه که میخوام همین راه ادامه بدم، شما به من دعای خیر بکنید که منم برای شما دعای خیر بکنم. من ازم همه شما علماء را دوست دارم، بخصوص آقای ملازاده و همه کسانی که اونجا هستند، برای من دعای خیر کنید. خدا حافظتون، خدا حافظتون، خدا حافظ. یک سوال داشتم. ما در ایران زندگی میکنیم، اگر من توسل را قبول نداشته باشم و به قبور نروم، زیارت قبور، و از اونا درخواست چیزی نکنم، آیا از نظر علمای شیعه بنده وهابی هستم؟ تشکر. در 37 سال گذشته نظام آخوندی در استان بلوچستان هیچ کار زیربنایی انجام ندادن و برای اشتغال مردم هم هیچ کاری نکردن و همچنین مال و اموال مردم بلوچو به نام قاچاقچی به ناحق ثبت و ضبط کردن و باعث شدن که یک عده از مردم بلوچ به کشورهای عربی و یک عده دیگه به افغانستان و پاکستان پناهنده بشن، در نتیجه علی مونده با حوزش. و السلام. من از شیعان هدایت یافته هستم. من واقعا از اول کار شیعه که بودم، تجربه شخص رو میخوام بهشون بگم، من واقعا که شیعه که بودم با امامت مخالفت داشتم، با توسل مخالفت داشتم، بعد اصلا از دین تشیع خارج شدم، رفتم تحقیق کردم دین مسیحیت رو بررسی کردم، انجیل رو خوندم و نقص های زیادی تو انجیل دیدم، نقص های زیادی دیدم و تحریفاتی و انحرافات زیادی دیدم و همچنین یهودیت هم بررسی کردم. در یهود یه چیزی من دارم خیلی متاثر کرد که تشابه تشیع و یهود در اونجا برام آشکار شد و دیدم که واقعا انگار این یهودیت و تشیع یک سیبی بودن که از وسطش یک کارد عبور کرده، تقریبا همون هستش. بعد از یهودیت هم رفتم خارج شدم، بعد کلم بیدین شدم و شروع کردم خود قرآن. یه دفعه نشستم واقعا خوندم که ببینم آیا کتاب قرآن چه کتابی هست که اینقدر تعریفش رو میکنن و در شبکه کلم هم خیلی تعریف این کتاب مقدس رو کردن. من این کتاب رو خوندم، اسلام واقعی رو در قرآن دیدم. امیدوارم که همه انسان ها هدایت بشن. الله حافظتون باشه، خدا نگهدار.